با عرض سلام و احترام، امروز در خدمتتون هستم با بحث روش گروه بندی پرتو برای تعیین زمانهای اوج. این روش اولین بار در مقالات، حالا تا جایی که من مطالعه داشتم، توسط آقای تانیبوشی و همکاران توی پژوهشی با این عنوان مطرح شد در سال 2013. این پژوهشگران مطالعه رو با استفاده از دو ایستگاه تیکه نگاری انجام دادن برای بررسی جریان کیوروشو، و اونها بیان کردن که برای تعیین پیک های بارز یا اون سیگنیفیکنت پیکس از آستانه 12 دسیبل استفاده کردن واسه SNR، و در واقع پیک ها رو توی الگوی رسیدن ایستگاه T1 و T2 مشخص کردن. خب همونطوری که ما میدونیم، به طور ایدئال زمان های رسیدن T1 و T2 برای محاسبه اختلاف زمان پیمایش مورد نیاز هست، اما در این پژوهش با ادعایی که پژوهشگران کردن، در واقع تعیین این نقاط اوج به سادگی کارهای قبلی نیست، به خاطر اینی که تعداد، دامنه و زمان پیمایش اوجها متغیره و تغییرات زیادی توش مشاهده میشه. پژوهشگران دلایل این تغییرات زیاد رو توی این سه آیتم به طور خلاصه اینطور بیان کردن که ممکنه عواملی همچون عدم همزمانی انتقال صدا، برخورد امواج با بستر و همچنین عدم دوسویگی به دلیل وجود برش جریان منجر به این اتفاق در این پژوهش شده باشه. حالا روشی رو پیشنهاد کردن برای رفع این مشکل. اینا پیشنهاد کردن که بیان پرتوها رو به یک سری گروه تقسیم بندی کنن و اون زمانهای اوج رو که توی اون گروه ها به دست میاد میانگینش رو محاسبه کنن، و به جای اینکه بیان اندیویژوالی، یعنی تک تک اون زمانهای اوج رو در نظر بگیرن، میانگینی از اون زمان اوج در اون گروه خاص رو منظور کنن. همونطوری که همه میدونیم، سرعت صدا و گرادیان اون تعیین کننده مسیر و زمان پیمایش پرتو هست بین دو ایستگاه صوتی که معمولا توی کارهامون داریم. توی این پژوهش، پژوهشگران با توجه به نقطه چرخش بالایی، حالا این ترجمه فارسیش هستش که من این upper turning points رو با عنوان نقاط چرخش بالایی آوردم، با توجه به این نقاطی که از شبیه‌سازی پرتو به دست آوردن، اومدن سه گروه رو تعیین کردن. یعنی تمام این پرتوها رو به سه گروه تقسیم کردن بر اساس این نقطه چرخش بالایی، برای اینکه بیان تو این گروه ها، تو این گروه سگانه، اون جفت اوجهای رسیدن رو، یعنی اون اوج در T1 و T2 رو که به صورت جفت ما باید پیدا کنیم مشخص کنن. این سه گروهی رو که در نظر گرفتن، یعنی گروه اول، دوم، سوم، میبینیم که اولین گروه پایین ترین گروه هست. اینجا هم داریم ری گروپ 1. این پایین ترین لایه هست که بیشتر از 500 متر، یعنی عمق، حالا تقریبا اینجا رو اگر که در نظر بگیریم، بیشتر از 500 متر رو شامل میشه. یه لایه میانی هست که در حقیقت بین 250 تا 500 متر هست، و دیگری که میشه لایه فوقانی، انگار از 100 هست تا 250. همطور که در شکل هم مشاهده میکنید، میبینید که ری گروپ 1 رو داریم که تقریبا ارتفاعشون تا اینجاست، بعد ری گروپ 2 رو داریم، و در نهایت باقی مونده تا 100 رو ری گروپ 3. نکته رو که اینجا توضیح دادم به این صورت بوده که پرتوهایی که توی لایه پایینی هستن، یعنی همون ری گروپ 1، گروه اول،
کمترین شکست و همون انکسار و برخورد با بستر رو دارن و به همین خاطر خیلی سریعتر و زودتر به گیرنده میرسن. حالا چه از این طرف ارسال بشن چه از سوی دیگه، این پرتوهایی که در لایه اول قرار دارن یا لایه‌ای که از همه پایین تر هست سریعتر از بقیه میرسن و میشه گفت کمترین travel time رو دارن. در ادامه بیان کردن که برعکس این پرتوه هایی که توی لایه اول هستن، پرتوهای لایه دو و سه به خاطر اون شکست ها و برخورد هایی که دارن، یعنی اون انکسار و انعکاسی که دارن، مسیر طولانی تر رو طی میکنن و زمان پیمایش بیشتری رو دارن. دو ترم تخصصی هم که استفاده کردن این بوده که گروه یک و دو رو گفتن که refracted bottom reflected هست و گروه سوم رو گفتن چون این با سطح برخورد داره surface reflected هست. در واقع گروه یک و دو رو با عنوان RBR میشناسیم، یعنی refracted bottom reflected. خب همونطور که مشاهده میکنید میبینیم اینها توی خود آب شکسته میشن و دوباره با برخورد به بستر منعکس میشن. اما تنها توی گروه 3 هستش که ما surface reflected در واقع هستن پرتوامون، یعنی با برخورد به سطح آب منعکس میشن و همچنین با برخورد به بستر دوباره دچار انعکاس میشن. یعنی توی بیشتر موجهایی که در گروه 3 هست ما اون اتفاق انکسار یا شکست رو نداریم، بلکه در سطح و عمق اینها منعکس میشن. پس خوب هستش که این دو ترم رو هم بدونیم، RBR و SRBR. همونطوری که توی شکل ها میبینید اومده گفته که ری گروپ 1 در اینجا هست، اونجایی که اولین نقطه در واقع پیک ها رو داریم، یعنی پیک اول، و بعد با یک بازه های زمانی، مثلا اینجا گفته که در این بازه ری گروپ 2 رو داریم و بیشتر از اون میشه ری گروپ 3. حالا در ادامه ما میگیم که ممکنه توی هر کدوم از این گروه ها بیشتر از یه پیک داشته باشیم و کاری رو که باید انجام بدیم اینه که از اون پیک هایی که مثلا توی گروه 2 4 پیک داریم، از اون 4 پیک باید میانگین بگیریم و میانگین رو منظور کنیم و همینطور برای گروه 3. اینجا یک سری توضیحات خاص و اعداد خاص هست که مربوط به این پژوهش میشه، اینها رو هم باید یه توضیح کوتاهی در رابطهشون بدم. گفتن توی تحلیل گروه بندی پرتو تنها توی گروه اول از اولین اوج استفاده کردن، یعنی گروه اول رو که ما بررسی میکنیم، اینجا اگر نگاه کنید اینجا گروه اول، فقط اینجا از یک اوج که همون اوج اول باشه استفاده کردن. اما توی گروه دوم و گروه سوم این اتفاق نیفتاده و هر جایی که چندین پیک بوده اونها رو میانگین گرفتن. خب گفته که گروه دوم رو توی زمان نسبی بین 70 تا 140 میلی ثانیه بعد از اوج اول در نظر گرفتن. شما اینجا رو اگر که دقت کنید میبینید اینجا تقریبا 70 تا 140 هست که حالا اینجا چون ثانیه هست اما اونها میلی ثانیه، شما این رو اگر ضرب در 1000 کنید این تبدیل میلی ثانیه میشه و همون اعداد به دست میاد. و گفته که گروه سوم رو هم زمان نسبی بیشتر از 140 میلی ثانیه نسبت به اولین اوج در نظر گرفته. بعد گفته که جستجوی اوجهای رسیدن T2 که با داده های T1 جفت میشن با تأخیر زمانی 2 مثبت منفی 15 برای گروه دوم و 7 مثبت منفی 15 برای گروه سوم انجام می شود. این اختلاف زمانی میانگین 2 و 7 رو طبق چیزی که مقاله گفته از تخمین های مدل HYCOM استخراج کردن و همچنین ارور بار 15 میلی ثانیه رو هم بر اساس عرض یک رقم M سیکونس به دست آوردن. پس این
دو عددی که اینجا اومده که حالا دو مثبت منفی 15، هر کدوم ما متوجه شدیم که منشأش کجا هست. این 2 و 7 از تخمین های HYCI اومده و ایرور بار مثبت منفی 15 هم از ام سیکونس مربوط به این پژوهش اومده. شما توی این تصویر الگوهای زمان رسیدن برای 3 روز رو توی این پژوهش میبینید برای 2 ایستگاهی که داریم. یه علائم و سمبول هایی رو استفاده کرده، مثلا دایره برای گروه اول، شما میبینید این دایره گروه اول رو نشون میده و نقطه اوج اول، مربع گروه دوم رو نشون میده. خب همونطوری که میبینید و انتظار میرفت، ما دیگه توی بخش دوم 1 نقطه نداریم، بلکه چندین نقطه داریم، چندین نقطه که در این شرایط بالا، این شرایطی که اینجا بیان شد، صدق میکنه. و همچنین مثلث رو که برای گروه سوم در نظر گرفته، دقیقا مشابه اون کاری که حالا دو هفته پیش توضیح دادم برای سد لطیان انجام داده بودیم. فکر میکنم که این کار رو حالا با پیشنهاد آقای دکتر بحرینی باید پیاده کنیم، چون یه همچین اتفاقی مشابه این توی سد لطیان هم افتاده و ما برای پیک دوم و سوم 1 نقطه تنها نداریم، بلکه گروهی از نقاط رو داریم. اینجا در ادامه توی مقاله اومده جفت داده های TXT2 رو مقابل هم رسم کرده، اما برای 1 روز. گفته که دو سویگی الگوهای رسیدن توی بعضی از نقاط اتفاق نیفتاده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما اگر به پیک اول نگاه کنید، میبینید که تقریبا اینا دو سویگی یا رفت و برگشتی بودن این تایم دیده میشه. یعنی همون اتفاقی که برای T1 افتاده، تقریبا همون برای T2 افتاده. اما توی بعضی از جاها، توی به عنوان نمونه اینجا میبینید که این زمان‌ها روبروی هم نیستند، یا اگر هم که مثلا در پیک دوم احتمالاً نزدیک هم هستند، همچنین اتفاقی برای پیک سوم نمیفته، بلکه مجموعه ای از نقاط رو داریم. و اون چیزی که گفتن برای محاسبه اون اختلاف زمان‌ها، ما باید بیایم توی هر گروه میانگین بگیریم و اون میانگین رو به عنوان نقطه پیک یا اوجمون منظور کنیم. در ادامه این بخش توی مقاله پژوهشگران گفتن که خطاهای مربوط به اون عواملی که گفتیم، از جمله عدم همزمانی، برخوردهای بستر و عدم دوسویگی، با انجام گروه بندی و میانگین گیری خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه. و حالا ما قصد داریم که از این روش، یعنی روش گروه بندی پرتو، برای داده های حالا سد لطیان که احساس میکنیم این اتفاق درش افتاده، استفاده کنیم و ببینیم که نتیجه چی میشه و آیا ما هم میتونیم به یه همچین نتایجی دست پیدا کنیم یا خیر. خیلی ممنون از توجهتون، سپاسگزارم، خدا نگهدار.